با سلام گرم به شما بینندگان عزیز، شهلا دانشور هستم. برنامه سازمانده رو خدمتتون تقدیم میکنم. امیدوارم حال همه شما خوب باشه و آماده دیدن این برنامه باشید. برنامه سازمانده رو میشناسید، اختصاص داره به مسئله سازماندهی تو عرصه‌های مختلف مبارزه و به طور مشخص و مهمتر از همه در حزب کمونیست کارگر ایران. چطور میشه عضو این حزب شد، چطور میشه با این حزب فعالیت کرد تو عرصه‌های مختلف، چه بکنیم، وظیفه فعالین و اعضای حزب چی هست، اینا جنبه‌های مختلفی که در این بحث‌ها ما در موردش صحبت می‌کنیم، پای صحبت دوستان می‌شینیم و از تجربیات شما اینجا استفاده می‌کنیم. قبل از هر چیز تشکر می‌کنم از شما دوستانی که تماس می‌گیرید و خواستار عضویت با در حزب کمونیست کارگر ایران و فعالیت با این حزب هستید. ما سعی کردیم تو برنامه مختلف به سوالات شما جواب بدیم. به هر حال امیدوارم پاسخ سوالاتتون رو گرفته باشید، ولی کن هر سوالی دارید طرح بکنید که ما تو این برنامه بتونیم اون رو پوشش بدیم. در برنامه امشب با حمید تقوایی صحبت می‌کنیم در مورد کار کمونیست در مدیای اجتماعی. حمید تقوایی رو با تصویر در برنامه داریم. سلام می‌کنم حمید تقوایی، خیلی خوشحالم که دعوت ما رو پذیرفتید. من تشکر می‌کنم و سلام می‌کنم به همه بینندگان عزیز این برنامه. متشکرم. همونطور که اعلام کردم موضوع برنامه ما هست مدیای اجتماعی و کار ما کمونیستا، ما به عنوان حزب در مدیای اجتماعی. خب مدیای اجتماعی یه ابزار مهمیه برای سازماندهی. ما چطور میتونیم این ابزار رو در خدمت امر سازماندهی خودمون قرار بدیم، گفتمانامون رو اونجا ببریم و چه نقشی میتونه تو فعالیت‌های ما داشته باشه؟ بفرمایید. خب یک بخشی از این فعالیت‌ها که استفاده از مدیای اجتماعی محورش است، کارهایی که خود حزب میکنه، رهبری حزب و تشکیلات حزب میکنه، مثل سایت‌ها و صفحات مختلفی که داره که اسنادش رو میذاره، اطلاعیه و بیانیه‌های حزب منتشر میشه، نشریات حزب در مدیای اجتماعی منتشر میشه و همینطور در صفحات فیسبوکی مختلف یک نوع ارتباط دو جانبه با جامعه برقرار میکنه. اینها یک سری کارا هست که حتما من امیدوارم بینندگان از این از آدرس این صفحات و سایت ها مطلع باشن، یا در حال شما تو برنامه‌تون توجه رو به این جلب کنید که بتونه هر علاقه‌مندی که بخواد دسترسی داشته باشه به اسناد حزبی، مواضع حزبی، تبلیغات حزبی، آدرس این صفحات و این سایت ها رو در اختیار داشته باشه. ولی خب یک بخش وسیع‌تر کار شاید فعالیتی است که اعضا و کادرهای حزب در مدیای اجتماعی دارن. میدونید که حزب از طریق چه در خارج کشور چه در داخل کشور فعالین و اعضای کادرهای زیادی داره که اینها در عرصه‌های مختلف صاحب نظرن، فعالن، سعی میکنن سازمان بدن، سعی میکنن سیاست های حزب رو جاری کنن و مدیای اجتماعی یک ابزار خیلی مؤثری در خدمت این کار هست. بنابراین این جنبه دوم که شاید جنبه مهمتری باشه و خود شما تو برنامه سازمانده باید جنبه های مختلفش رو توضیح بدید، این هست که هر عضو حزب و هر کادر حزب میتونه از ده ها طریق در عرصه‌های مختلف در مدیای اجتماعی فعال باشه. خب یک فعالیت این هست که ما در صفحات و فیسبوک هایی که فعالین دیگه در مدیای اجتماعی ایجاد کردن و فعلا مشغول کارن در اونجا حضور به هم برسونیم به عنوان یکی از افراد دخیل یا فرند یا مرتبط بالاخره با اونها، یا اگر از طریق تلفن همراه هست از وایبر و اینستاگرام و تلگرام و توییتر و غیره با اینها مرتبط بشیم و در اونجا سیاست‌ها، شعارها و نظرات حزبی رو منعکس کنیم. منظور من این نیست که لزوما بریم بگیم حزب کمونیست کارگری اینو میگه یا اونو میگه. خب سایت‌ها و صفحات حزب به اندازه کافی این کارو میکنن. منظور من این هست که در اون عرصه معینی، مثلا فرض کنید صفحه معینی هست برای دفاع از این جنبش افزایش دستمزدها و مبارزه برای افزایش دستمزدها، ما اعضا و کادر حزب باید بتونن در این صفحه حضور به هم برسونن و کامنت بگذارن، نظر بدن، حرف بزنن و در این کامنت ها و نظرها و تاثیرگذاریشون
سیاست‌های رادیکال حزبی رو جاری کنن. یا فرض کنید عرض معینی هست مثلا علیه مبارزه علیه اعدام یا در علیه آلودگی محیط زیست یا هزار یک مسئله دیگه که الان در جامعه مطرحه، بیوقوع زنان به خصوص سوژه مطرح میشه. همین امروز مثلا خب در خبرها بود که یک زن عضو تیم فوتبال زنان ایران نمیتونه تو مسابقات بین‌المللی شرکت کنه چون شوهرش اجازه خروج از ایران رو بهش نداده. خب این سوژه هست که من مطمئنم در فیسبوک الان صفحات متعددی دارن راجعش صحبت میکنن. خب این باید یک ظرف و محملی بشه برای اینکه یک فعال حزبی در اینجا دخالت کنه و سیاست‌ها و شعارها و اهداف حزب در رابطه با برابری زن و مرد، علیه آپارتاید جنسی، علیه حجاب اجباری و غیره و غیره اونجا مطرح کنه. این یک جنبه است. یک جنبه دیگه صفحاتی که میتونه به ابتکار خود فعالین حزبی به راه بیفته و فعال بشه. این جنبه هم خب بسته به این که تو جرسه ما فعالیت میکنیم میتونه ابعاد مختلفی داشته باشه که اینجا وارد اون جزئیاتش من نمیشم، ولی در هر حال امیدوارم این سر خطا نشون بده که حزب چطور باید دخالت کنه. منتها یک نکته‌ای که شاید میمونه و امیدوارم تو این گفتگو بیشتر صحبت کنیم این هست که خب حالا حزب کجا مستقیما به عنوان برای عضوگیری، برای عطف توجه، جلب توجه به خود حزب چطور باید این کارو کرد؟ به نظر من هر فعال حزبی که در این مدیاهای اجتماعی فعاله به مناسبت اون بحث یا اون عرصه‌ای که فعال داره فعالیت میکنه میتونه رجوع بده کسانی که نظراتشون میخونن رو به مراجع حزبی برای اینکه مثلا برای مطلع شدن فرض کنید از نظرات حزب نسبت به حقوق برابر زن و مرد به این بخش برنامه یک دنیای بهتر مثلا رجوع کنید، یا به این صفحه، به این اطلاعیه حزب یا بیانیه حزب یا شعار حزبی در این رابطه رجوع کنید و همینطور عرصه‌های مختلف. به این معنا حزب در متن مبارزه و اعتراضاتی که ما میکنیم و به خصوص در مدیاهای اجتماعی پرچمی بلند میشه، شعاری مطرح میشه، یک خواست برحقی و برش پافشاری میشه، در دل اینها ما باید بتونیم شعارهای حزب، سیاستهای حزب و همچنین اسناد و سایت ها و مراجع حزبی رو مطرح کنیم و معرفی کنیم. شما یه تصویر عمومی از این بحث رو دادید، ولی اجازه بدید که یه مقدار بیشتر تو جنبه‌های مختلف اون رو باز کنیم. البته اشاره خیلی خوبی کردید از حضور خود حزب در مدیای اجتماعی به عنوان ابزاری که وسیعاً میشه این حزب رو شناخت، بحثاشو دنبال کرد، راه‌های ارتباطگیریشو پیدا کرد، به طور مشخص سایت سازمانده که از این طریق میشه به تمام سایت‌ها دسترسی پیدا کرد و در این حال تو زمینه‌های مختلف بحث‌های ما اونجا گذاشته میشه از جمله بحث‌های برنامه سازمانده. اما اجازه بدید برم سراغ نکات دیگه. یه سوال عمومی دارم. ببینید ما تو بحثامون از سازماندهی پراتیک اجتماعی صحبت کردیم، از به عنوان حزب و جامعه و بردن حزب درون جامعه صحبت کردیم. مدیای اجتماعی چه جایگاهی تو این بحث داره؟ ببینید به نظرم دو نکته مهم رو اینجا باید تاکید کرد. اول اینکه جامعه به خصوص در ایران مدام در حال جنب و جوشه، در حال اعتراضه در عرصه‌های مختلف، در جنبش کارگری که الان حرکت‌ها و مبارزات بی سابقه وجود داره، در دفاع از زندانیان سیاسی، در دفاع از حقوق زن، علیه هزار یک مسائل و مشکلاتی که در جامعه هست مثل آلودگی هوا و گرانی و بیکاری و غیر و غیره، اعتراضات مختلفی وجود داره و همه اینا در مدیای اجتماعی منعکس میشن و در نه تنها منعکس میشن بلکه مدیای اجتماعی به عنوان ابزاری برای سازماندهی این حرکت ها وسیعا استفاده میشه که ما یه نمونه مشخصش رو در جنبش معلمان مشاهده میکنیم و همینطور اعتراضات دیگه. در خود برآمد انقلابی خیزش توده مردم در سال 88 ما شاید برای اولین بار بود که در یک حرکت انقلابی توده وسیع به وسیله مدیای اجتماعی تا حد زیادی به پیش رفت و نظرش رو مطرح کرد و خودش رو سازمان داد و بعد شاهد بودیم که انقلابات موسوم به بهار عرب هم مدیای اجتماعی همین نقش رو داشت، مثلا در انقلاب تونس، مصر و غیره.
در ایران هم هر روز این اتفاق داره میفته و در سطوح مختلف اعتراضات اجتماعی برای این مبنا سازماندهی میشه. بنابراین نکته اول این هست که مبارزه هست، وجود داره و در جاریه و وظیفه حزبی مثل حزب ما دخالتگری، رادیکالیزه کردن، اتحاد ایجاد کردن، متشکل کردن و تقویت هرچی بیشتر این مبارزاته. نکته دوم این هست که مدیا اجتماعی نقش اساسی در این مبارزات داره و ما باید بتونیم ازش استفاده کنیم. فقط اینجا یه نکته مهمی رو بگم در مورد پیشبرد سیاست‌های حزب یا جاری کردن سیاست‌های حزب در این پراتیک اجتماعی. مسئله این هست که اینها این پراتیک‌ها بالاخره در عرصه‌های مختلفی مبارزه می‌کنند مردم، مثلا در عرصه برای افزایش دستمزد، در عرصه برابری حقوق زن، در عرصه دفاع از حقوق کودک، علیه آلودگی محیط زیست و غیره. اون چیزی که همه اینها رو به اصطلاح به یک جنبش و حرکت واحد و یکسان و متحدی تبدیل می‌کنه و به خصوص ریشه همین مسائل که در ایران هست، حکومت جمهوری اسلامی این رو هدف قرار میده و سعی میکنه مبارزات رو هماهنگ کنه برای اینکه تیشه به این ریشه بزنه. اون عامل حزبه و به همین عنوان باید حزب رو متحد شدن با این حزب و پیوستن به این حزب رو معرفی کردن و بست سیاست این حزب در جامعه رو، این رو باید مدام یک هدف اصلی خودمون قرار بدیم به عنوان اعضا و کادر حزب در این فعالیت پراتیک اجتماعی. اینکه در هر مورد مشخص با چه شیوهی باید این کار رو کرد، خب اینجا وارد این بحث نمیشه شد، این رو بسته به اون هر موردی داره، ولی به طور عمومی به عنوان یک جهتگیری باید توجه کنیم که ما وقتی به عنوان حزب کمونیست یک فعال و یک عضو حزب مثلا در عرصه مبارزه علیه آپارتاید جنسی مبارزه میکنیم، در این حال متوجه هستیم که مسئله به اینجا ختم نمیشه. مسئله زن بسیار فراتر از اینه. مسئله برابری بین زن و مرد بستگی به این داره که اون طبقه، اون 1% حاکم در ایران، اون آیت الله و وابستگانشون که حکومت در دست دارن، او از اونها خلعیت سیاسی بشه که زن بتونه به طور واقعی آزاد بشه و یک جامعه به وجود بیاد که تبعیض جنسیتی نه فقط از نظر مذهبی و آپارتاید جنسی و غیره، بلکه به طور کلی تبعیض جنسیتی در هیچ سطحی وجود نداشته باشه. این یک گفتمان اساسی و به اصطلاح استراتژیکی هست که باید ما در مبارزات عرصه‌ای جاری کنیم، وگرنه هر عرصه‌ای در خود اولا میتونه حتما با ارزش داره و حتما میتونیم رژیم رو در هر عرصه‌ای عقب بشونیم و حقوقی رو به رسمیت بهش تحمیل کنیم حقوقی رو، ولی باید متوجه بود که این مبارزات در این حال نبردهایی هستن از یک جنگ اساسی تری علیه کل جمهوری اسلامی و اون آلترناتیوی که در برابر این رژیم هست، اون سر پیکار این مبارزه حزب هست، حزب کمونیست کارگری، و به این عنوان ما باید بتونیم حزب رو معرفی کنیم و در جامعه سیاست‌هاش و اهدافش و موقعیتش رو هرچه بیشتر مطرح کنیم و براش نیرو جمع کنیم. همونطور که شما گفتید، ما شاهد سازمانیابی جنبش‌های اجتماعی در مدیای اجتماعی هستیم. ما شاهد شکل‌گیری گروه‌های مختلف تو مدیای اجتماعی هستیم حول عرصه‌های مختلف مبارزاتی. خب شما تاکید کردید بر فعالیت فعالین حزب و انسان‌های کمونیست تو این مدیا و برای اینکه کل تصویر رو جلوی این جنبش ها و فعالین این جنبش ها بذارن. در جزوه سازماندهی حزب اشاره میشه از ایجاد شبکه های حزبی در مدیای اجتماعی. میشه در این زمینه مقدار بیشتر توضیح بده چگونه، منظور چی هست و چه چشم‌اندازی رو به لحاظ سازمانیابی شما در نظر دارید در توضیح مسئله؟ این مثلا این هست که تا اونجایی که به مبارزات و اون چیزی که ما بهش میگیم پراتیک اجتماعی، یعنی مبارزاتی که در دل جامعه الان جریان داره مربوط میشه، اینها اولا اینطوری نیست که خود به خودی از زمین میجوشن، سازمان یافتن و محور این سازماندهی هم مدیا اجتماعی هست، ولی اکتیویست ها فعالینی هستند که در یک شبکه وسیع سراسری در این امر به پیش میبرن. خصوصا در جنبش کارگری این رو ما کاملا شاهدیم. الان فعالین کارگری نهادها و کمیته ها و تشکل های مختلفی دارن و اینها به هیچ وجه محلی، حتی شهری
استانی هم میشه گفت نیستن، بلکه سراسری هن در فعالین رو در سراسر کشور به همدیگه با همدیگه متحد کردن، متشکل کردن و مبارزاتشون رو، اعتراضات و مبارزاتشون رو به پیش میبرن. همینطور هست مثلا جنبش معلمان، همینطور هست جنبش های اعتراضی دیگه. به این عنوان میخوام بگم بنابراین نکته اولین هست، یک شبکه فلحال وجود داره، یک شبکه از اکتیویست ها وجود داره که لزوماً همشون هم حزبی نیستن، عضو کادر حزب نیستن و دارن مبارزه فعالیت خودشون میکنن. بحث ما این هست که بر متن این شبکه اجتماعی میشه و باید شبکه ای از فعالین حزبی رو ایجاد کرد. مثلا فرض کنید من فعال نوعی که در تهران در یک صفحه فیسبوک معینی در مبارزه علیه اعدام مثلا فعال هستم و یک با تعدادی رابطه دارم، بحث میکنیم، نظر رد و بدل میکنیم، برای بحث هم دیگه کامنت میگذاریم، در اینجا من تشخیص میدم یا از اون کامنت ها و حرکات ها معلوم میشه که بعضیا به نظر من نزدیکترن. حالا ممکنه عضو حزب باشن یا عضو حزب نباشن، ولی میبینیم که متوجه میشم که مثلا در مورد موضع گیری ها، سیاست ها، راه حل ها خیلی شبیه بحثایی که من مطرح میکنم اینو هم میگن، یا در واقع به عبارت دیگه خیلی نزدیک به بحث های حزبی. خب وظیفه دارم که رابطه خاصی با اون فرد مربوطه برقرار کنم. اون فرد ممکنه تو همون شهری که من هستم زندگی کنه یا هر گوشه دیگه ایران یا حتی هر گوشه دیگه خارج کشور. از این نقطه نظر این هم باید در نظر داشت که مدیای اجتماعی بالاخره از طریق خارج هم فعاله و به هیچ وجه به اصطلاح هیچ مرز ممنوعی وجود نداره که شبکه داخل رو به شبکه از فعالین در کشور دیگه مرتبط نکنیم. ولی الان بحثمون تمرکزش بر خود داخل هست. در داخل کشور این اتفاقات داره، این صفحات اینترنتی و مدیای اجتماعی خب در سایه مختلف فعالن و همینطوری گفتم بر مبنای یک شبکه از فعالین که سراسری کار میکنن شکل میگیرن. این رو هم اینجا باید توجه داشت که این امکان رو مدیای اجتماعی ایجاد کرده که میشه سراسری کار کرد، حتی بین‌المللی کار کرد. جنبش های مختلفی در سراسر دنیا در کشورهای مختلف دارن کار میکنن، به همین شکل خودشون رو سازمان میدن. حتی اتفاقات تحولاتی که در یونان اتفاق افتاد و سیریزا رو به قدرت رسون اساسا از طریق متحد کردن کل مردم یونان از طریق مدیا اجتماعی بود، یا هم فکر گفتم انقلابات منطقه یا تحرکات و اعتراضی دیگه. در ایران هم این مدیا اجتماعی امکان رو فراهم کرده که در دل یک شبکه‌های سراسری کار کنیم. فعال یک فعال حزبی به نظر من یکی از اولویت‌های کارش اینه که در این شبکه‌های سراسری که فلان وجود دارن، مدیای اجتماعی هم ابزار کارشونه، شرکت کنه، دخالت کنه و بر این متن شبکه‌ای از فعالین حزبی رو ایجاد کنه. این فعالین آیا همه میدونن عضو حزبن یا کادر حزبن؟ این ممکنه ندونن و به احتمال زیاد خیلی هم نمیدونن، ولی این اصلا هیچ نقشی ایفا نمیکنه. بس اینه که ما متوجه بشیم که مثلا در یک جمع فرض کنید فرند های یک صفحه فیسبوکی که ممکنه چندین صد نفر باشن، چند ده نفر با نظرات و سیاست‌های حزب ما خیلی نزدیکن. از بحث‌ها، کامنت‌ها و نحوه دخالتگریشون این رو میشه تشخیص داد. وظیفه داریم که با اینها تماس بگیریم و رابطه نزدیکتری ایجاد کنیم. ممکنه خودمون ابتکار عملی داشت به نظرمون برسه که فراتر از این و علاوه بر این فعالیتی که در این صفحه موجود داریم بتونیم بریم فعالیت دیگه رو به راه بندازیم، حالا یا از طریق تلفن موبایل یا از طریق اینترنت و کامپیوتر، بگیم که ما میریم این ابتکار اول به سر میبریم، به دست میگیریم و پیش میبریم. به این ترتیب عملا یک نوع شبکه از فعالین کمونیست و حزبی درست میشه که امرشون حتی اگه همه 100% عضو کادر حزب نباشن، عملا دارن سیاست ها و اهداف حزب رو به پیش میبرن. بله، نکته جالبیه، چون در عمل هم میبینیم که بعضا مثلا شبکه‌هایی هستن، شبکه‌های حزبی، جمع‌های حزبی که مثل یک جمع میرن تو این شبکه و پخش میشن تو این شبکه‌ها و خود این شبکه‌ها امکان گسترش فعالیتشون اون وقت تو ابعاد سراسری میده. چند دقیقه بیشتر وقت برنامه باقی نمونده، با توضیحاتی که شما دادید و با
اون چیزی که تو عمل داریم میبینیم عملا کار کمونیستی از کار در محدوده محیط کار و محیط زیست فراتر رفته و ابعاد اجتماعی تر و سراسری تری به خودش گرفته. و با توجه به این تصویر شما تاثیر این رو به لحاظ کیفی تو کار سازمانیابی ما چی میبینید؟ و به علاوه نکته دیگه این که بعضا میگن این مجازیه، دنیای مجازیه و باید تو محل حضور داشت، این رو چه توضیح میدید؟ ببینید سر این نکته آخر آماری منتشر شده که نشون داده 80% کسانی که در دنیای واقعی متحد میشن، امری رو به پیش میبرن، کمپینی، آکسیونی، مبارزه رو پیش میبرن، اینها ابتدا از طریق همین دنیای مجازی با هم مرتبط شدن. بنابراین به سرعت این ارتباطات مجازی به ارتباطات واقعی تبدیل میشه و حتی به حرکت‌های اجتماعی واقعی. مثلا یک نمونه که همین چند سال پیش اتفاق افتاد، نمونه برجسته‌اش است، به زیر کشیدن اخوان المسلمین به وسیله جنبش تمرد در مصر بود. این جنبش تمرد رو عده معدودی جوانان معترض به اسلامیون و اخوان المسلمین از طریق اینترنت به راه انداختن و تبدیل شد به یک حرکتی که یه حرکت چند میلیونی که بالاخره اخوان المسلمین رو به زیر کشید. نمونه ها به نظر نشون میده که اتفاقا مدیای مجازی بسیار واقعیه و تاثیرات واقعی میتونه داشته باشه در زندگی میلیون ها انسان. به این اعتبار میخوام بگم بنابراین این جایی نداره، این اعتراض جایی نداره. متأسفانه در مورد نکته اول که شاید به همین بحث دوم مربوط میشه این هست که در حال نتیجه فعالیت ما باید فاکتورهای عینی و ملموسی رو برآورده کنه و به اهداف مشخصی برسه. مثلا همین شبکه فعالینی که الان صحبت کردیم در سوال قبلی شما پرسیدید، من توضیح دادم که چطور میشه بر متن شبکه‌های واقعی که در عرصه پراتیک شما مبارزات شما ایجاد کردن یک شبکه حزبی ساخت. در نهایت قضیه این میشه که این شبکه حزبی چطور به عضوگیری میپردازه، چطور حزب رو تقویت میکنه، چطور امکان سازی میکنه برای حزب از امکانهای مالی گرفته و غیره و غیره. خب طبعا اینها همه اهداف مشخصی که بالاخره ما از این طریق بهش میرسیم. اینطوری میتونم بگم که همونطور که شبکه‌های پراتیک اجتماعی از طریق مدیای اجتماعی میتونه به حرکت‌های بزرگ شکل بده در جامعه که نمونه‌اش رو گفتم، به همین ترتیب شبکه حزبی بر متن این فعالیت اجتماعی میتونه و باید مشخصا به عضوگیری هر چه بیشتر برای حزب، تامین امکانات و منابع مالی و غیره و عملی شدن و بالا رفتن پرچم حزب در عرصه‌های مختلف مبارزاتی و در نهایت در به اصطلاح تثبیت حزب در جامعه، معرفی حزب در جامعه به عنوان یک نیرویی که میتونه و باید جامعه رو از شر مصائب فعلی و سلطه جمهوری اسلامی رها کنه و یک جامعه انسانی مرفه و آزاد و برابر به وجود بیاره، به این عناوین حزب باید در جامعه قد علم کنه و معرفی بشه. مجموعه اینها همه به این معنی مشخص تقویت حزب هست که کاملا میشه و اصلا تنها راهش این است، تنها راه رسیدن به این اهداف در یک مقیاس بزرگ اجتماعی این هست که ما از طریق مدیای اجتماعی بتونیم به این امر کمک کنیم. همونطور که گفتی در جزوه کمیته سازمانده برای پیوستن به حزب و سازمانیابی به حزب نمونه‌های مشخصی مطرح شده که چطور باید دست فعالین را در دست حزب گذاشت، معرفی کرد، انتظار ما از هر فعالی که با حزب مرتبط میشه چی هست و غیره. اینو اینجا بگم که یک بخش زیادی از فعالین همیشه کسانی هستن که طرفدار حزب هستن، سیاست‌هاشو پیش میبرن ولی به دلایل مختلف ممکنه عضو نشن و با حزب تماس مستقیم نگیرن. این یک بخش عظیمی در جامعه رو تشکیل میده. ولی یک بخش دیگه هستن که ما میتونیم به اونها به عنوان عضو فعال یا عضو مرتبط با حزب رجوع کنیم. اینها کسانی هستن که کاملا آمادگی دارن که با حزب مرتبط بشن و به عنوان بسیار سازمان پیدا کنن و امر سازمان حزبی پیدا کنن و امر مورد رو به پیش ببرن. ما باید شرایط رو تسهیل کنیم هرچه بیشتر برای اینکه اینها واقعا بتونن با حزب مرتبط باشن و مرتبط بمونن و
مبارزه رو به پیش برن. در هر حال منظور من این است که نه تنها مدیا اجتماعی مجازی و به اصطلاح غیر مرتبط با واقعیت نیست، بلکه برعکس یک راه مؤثر تغییر شرایط، دست بردن در واقعیت و سازماندهی اعتراض مرزه برای تغییر وضع موجود، استفاده فعال از مدیای اجتماعی هست. متشکرم حمید تقوایی، وقت ما تمام شده. خیلی ممنونم تو این برنامه شرکت کردین. بحث مهمی هست، حتما در برنامه آتی بیشتر در مورد صحبت خواهیم کرد. خیلی ممنون. من هم تشکر میکنم. بله، گفتگوی ما رو با حمید تقوایی شنیدید. هر سوال و نکته‌ای دارید برای ما طرح بکنید. متشکرم که همراه ما بودید. وقت برنامه ما پایان گرفته. برای شما عزیزان شب‌ها و روزهای خوشی رو آرزو می‌کنم.